باری که امروز در سوگش نشسته این در استفتایی نزدیک 3 ماه قبل از وفاتش همین موارد رو ذکر کرد. برای اداره جامعه اسلامی حداقل این ملاک ها مورد نیاز است: اول از همه عدالت، دوم تدبیر، سوم رضایت عامه، و چهارم در یک جامعه دینی داشتن ضوابط دینی. آن 3 ملاک مال همه جوامع، این ملاک چهارم صرفاً مال جوامعی است که اکثر آن دین دارند و مایلند ضوابط دینی، موازین اسلامی در جامعهشان رعایت شود. رضا میگه که اگر کسی این شرایط 3 گانه اولیه را به علاوه شرط چهارم از دست داد، نیازی به عزل کردن ندارد، خود به خود معزول است. نکته بسیار مهمی را متذکر می شود: اگر حاکمی در حین اداره جامعه روشش، منشش، شیوهش شیوه ظالمانه بود، عدالت را زیر پا نهاد، به حقوق مردم تجاوز کرد، کارهایش کارشناسی نشده بود، مدبرانه نبود، کارشناس اقتصادی گفت به لحاظ اقتصادی مملکت را به دارالبوار میبری، داری به کویر نابودی میکشانی ما را، زیر ساختهای اقتصادی را از بین برده ای، کارشناس سیاسی گفت این شیوه اداره جامعه شیوه نادرست است، کارشناس حقوقی، کارشناس جامعه شناسی، همه کارشناس ها یک به یک او را نه کردن. و بعد به لحاظ رضایت عمومی اکثر مردم میگویند ما از تو متنفریم، مرگ بر تو، ما تو را نمیخواهیم. خب در این صورت آیا کسی باید او را عزل بکند؟ آنها هم که او را باید عزل بکنند منصوب اویند، حقوق بگیر او هستند، یا خائفند، ترسیدند و وظیفه قانونیشان را عمل نمی کنند. در این صورت چه باید کرد؟ این فقیه بزرگوار می نویسد به عنوان یک مرجع دینی، به عنوان یک حجت شرعی نوشته است: چون این فردی از سمت خود خود به خود معزول است و تصرفش در امور کشور بعد از اسقاط شرایط ضمن عقد تدبیر، عدالت و رضایت عمومی حرام است. اگر گوش شنوایی در جامعه پیدا نمی شود اشکال از گوش است، و الا این زبان گویای اسلام آنچه که باید بگوید را گفت و رفت. رحمت خدا بر او باد که آنچه باید بگوید در وقت خود به شیواترین بیان ذکر کرد. اکنون این ماییم، آنها که رفتند کاری حسینی کردند، آنها که مانده اند یا طریق زینب برمی گذینند یا مثل کوفیان پشت سر یزید می ایستند. این حدیث شریف از سید الشهدا بیان فرمایش رسول الله استحلال حرام خدا. حرام خدا چیست؟ ایاکه و سفکت دماء. در عهدنامه مالک اشتر مواردی که امام علی که فخر همه ماست و هر جا که باشیم حجت مسلمانی ماست، به همه عالم علی من را، حسین من را نمی دهیم، به مالک میگوید هر کاری میکنی بکن اما خون ناحق نریز. قطره نور خون ناحق ریختی تمام حکومتت میلرزد. حکومت ایران پذیرفته است حداقل 32 نفر بیگناه را در خیابانهای تهران و حداقل 3 نفر را در زندان غیرقانونی کهریزک کشته. من در 70 نفر که ما آمار داریم سخن نمیگویم، از آنچه که خود رژیم جمهوری اسلامی پذیرفته است میگویم. حداقل 32 نفر انسان بیگناه را کشتی. چه کسی اجازه سیر داده؟ در هیچ کشوری وقتی کسی تظاهرات خیابانی قانونی مطابق اصل 27 قانون اساسی میکند، پلیس و هر اسم دیگری روی او بگذارند مجاز به تیر نیست. سپر دارد نه با توم، از خود دفاع می کند، به مردم حمله نمی کند.
گلوله برای شهروند نیست، گلوله در مقابل دشمن خارجی است. در مقابل شهروند نهایتا گاز اشکاور میزنند. چه کسی اجازه شلیک در خیابان‌های تهران صادر کرده؟ بی خود نیست مردم فریاد میزنند او قاتل است، ولایتش باطل است. مسئله کوچکی نیست. ایاک و دماء، یک قطره خون بیگناه فردای قیامت بهش بر تو ممنوع است و جهنم بر تو واجب. خواهید دید در همین دنیا خون بیگناه رسوا می کند. وقتی امام حسین از پیامبر نقل می کند مستحلن به حرم الله، حرام خدا چیست؟ حق حیات. این اولین حرامی است که اتفاق افتاده. من از امور اثبات نشده تجاوز در زندان ها نمی گویم. از خون به ناحق ریخته ای که 3 نفر در زندان شما کشته شدن. این همان خلخالی بود که علی بن ابی طالب می فرماید اگر علی به خاطر آن بمیرد بهتر است. اون وقت کسی کشته نشده بود. نهایتا یک زیور از پای یک زن غیر مسلمان در آورده بودن. علی تقاضای مرگ می کند و حالا در زندانی که قرار است زیر نظر مستقیم حکومت اداره می شود افرادی کشته شدن و هیچ کس پاسخگو نیست. این میشه استحلال حرم الله. حرام خدا جان مردم بود، حلال حرام خدا عهدی بود. نه بنده دوم ناکفن لعهد الله، نقض عهد نقض عهد. شما موظفید امانتدار مردم باشید. حکومت وکیل مردم است. این وکیل میباید مأمون باشد، امین باشد. اگر شما فردی را به جایی گواشته اید در امانتداریش شک کردید، شک شما در امانتداری باعث می شود آن مأمور می باید صداقت، وثاقت و امانتداریش را اثبات کند. نتوانست می تواند خلعش کند. در انتخابات خرداد 88 در ایران مردم در امانتداری حاکمانشان شک کردند. این ما نیستیم که سند می باید ارائه کنیم که یک کتاب 400 صفحه هم سند نوشتیم و منتشر کردیم. این حکومت است که می باید امانتداریش را اثبات کند. این فقیه از دنیا رفته شرعاً به ما یاد داد حکومت هست که میباید امانتداریش را اثبات کنند، چون آنها وکیل شما هستند. اگر شما فقه بدانید، اگر با ریزکاری های شریعت آشنا باشید، اینگونه میتوانید از حقوق مردم کان دفاع کنید و او کرد. لذا ناکفن لعهد الله، کدام عهد شکسته شد؟ عهد امانتداری. و سوم، سنت رسول الله مخالفت شد. رسول ما رسول رحمت بود. شما اسلام ایرانی را به عنوان اسلام قساوت و خشونت در دنیا معرفی کرده اید. بسیج شما، سپاه شما به جایی که پاسبان و پاسدار عدالت علوی و رحمت نبوی و کرامت حسینی باشد، پاسدار استبداد شده است. آیا از این ضربه خطرناکتر به سنت رسول الله خورده؟ اگر شاه معدوم جنایت میکرد نامش اسلام نبود، اما اگر شما این جنایت ها را میکنید به نام اسلام و تشیع تمام میشود.